پنجره رو به خانه پدری، برنامه ای از علیرضا نوری‌زاده. من با خلیج فارسیم، تا آن سوی هزاره و صدها هزاره ریشه دواندم. من اشکهای یک ملت را بر سینه عزیزش از راه دور چکاندم. بر پهنه خلیج همیشه فارس، جادوی سرزمینم همچون ستاره‌ای بر پهن‌دشت شب چشمک زنه است. من با خلیج فارسیم زنده‌ام، با نام نامیش پاینده‌ام. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه سوم سپتامبر آمد. سپتامبرم آمد پس برق به شما سلام میکنم. بگذارید در آغاز، قبل از پرداختن به مسائل روز، به سید آخر هفتم از غمی بگویم. دوباره به لس آنجلس که رسیدم، جمشید چالنگی که زودتر از من رفته بود لس آنجلس، آمده بود استقبالم. کنارش خسرو رم دیدم. سلام خسرو با وفا، خسرو مسلح. تو هر سفری میرفتم الی، زنگی میزدم حالشو میپرسیدم. حال نداشت، دلداریش میدادم. اما در این سفر اخیرم، در تمام این چهار روز به نوعی با ما بود. یعنی جمشید میخواست رانندگی بکنه، میگفت نه تو مدت ها رانندگی نکنه، بذار من بیام. منو برد، ما رو برد خونه شهرام و همایون شب اول. بعد اومد منو برد صدای آمریکا که برنامه داشتم صبح زود تو اون ترافیک الی. دوباره شب منزل شهرام مامایون. بعد دکتر میر اسکندری دعوت کرد بود، رفتیم اونجا پیشش. و روز آخرم که میخواستم بیام، یه تعداد خرت و خورد میخواستم بخرم، وقتم نداشتم. اینقدر مثل یه برادر منو برد، اینجا اینو دارم، اینجا اینو دارم، اینو که میخوای اینجا دارم. تو اون گرما عرق میریخت، از ماشین پیاده میشد، ماشین خنک میمد تو گرما با من، منو میبرد. پریشب فرهاد زنگ زد، فرهاد زانیچ، بچه هنرمندی که کارای نقاشیش منو، نقاشی های سبعدی میکشه شگفتی آور. شهرام همایون تعدادی شد داره و واقعا دلم میخواد اگر نشون داد برید اینا رو بخرید. آنچه از پرچم ایران درست کرده، از پرسپولیس، از تخت جمشید. زنگ زد گریان، گفت علیرضا خبر بدی دارم. گفتم چی؟ گفت خسرو رفت، خسرو مسلح هم رفت. یاران موافق همه از دست شد. متأثر میشم، دیگه کسی نمونده، دونه دونه همه دارن میرن. و این بیماران جنسی و روانی آدم کش روز به روز گردن کلفتر میشن. قیافاشون نگاه کنی، ننگ باد بر شما. مشمئز کننده بود تصویرشون وقتی تو کنفرانس غیر متعهدان میدیدم رئیس دولت یالغوزاباد آفریقا رم نگاه میکردم، مرتب شیک نشسته بود و این جانوران با اون قیافه هاشون با اون عمامه ها کاکولا بیرون. بیزارم، متنفرم ازتون. حالت ضد انسانیتون کشنده است و روز به روز با خون ملت ایران تغذیه میکنید و
گنده تر میشید، اما روزگار مکافات نزدیکه. بشار جونتون که هفته گذشته هیچ رژیمی در یک هفته 5000 تن از مردمشو نکشته. صدام حسین و قذافی فرشته شدن پیشه بشار جان تو آقای سید علی آقای پایین خیابانی. شرم بر شما باد، شرم بر عمامه و ریشتان باد که یک جانور آدم کش داره اینجور آدم میکشه و شما بی غیرت ها دارید حمایتش میکنید. ننگ و شرم بر شما باد، ننگ و شرم بر شما باد، ننگ و شرم بر شما باد. اصلا حالم بد میشه وقتی میبینم توی ادلب در یه روستا 100 نفر رو کشته بودن. دوربین شرم میکرد اینا رو نشون بده از زور سنگینی فاجعه. و خیلی دردناکه کنفرانس وزرای خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس در اعلامیه‌شون میاد کشورهای حاشیه خلیج فارس اشمئزاز خود رو از حقبازی رژیم ایران در تحریف سخنان رئیس جمهوری مصر اعلام میکنند و از اینکه رژیم ایران با حقبازی نام بحرین رو جای سوریه و رژیم جنایتکارش میگذاره ابراز انزجار میکنه. آقای سید علی آقا عمامت که خیلی بالا رفته، اصلا وردار راحت تر میشه. آقا مشتبه هم باید ورداره، آقا مصطفی هم باید ورداره، همه تون باید وردارید که واقعا من بیزار شدم از این بیزار شدم از این قوم شالاتان دروغ زن کذاب. مسلمه کذاب اون هیچی نبود پیش شما، در برابر شما دروغ. رئیس جمهوری یک کشور شما برمیدونی سخنانش رو تحریف میکنی؟ اون برمیگرده میگه ملت فلسطین و ملت سوریه در مبارزات خود علیه استبداد و ظلم پیروز خواهند شد، شما میکنیش ملت بحرین؟ حاج عزت میاد میگه این کار مترجم بود، مترجم غلط کرد، مترجم اگه چنین کاری رو بکنه باید پرتش کنی بیرون، اما مترجم تو نبود که، بیچاره مأمور وزارت اطلاعات بود از معابدین عراقی که اونجا نشسته که دستورش رو از سید علی آقا میگیره، صبح به صبح هم آقای محمدی گلپایگانی کوکش میکنه. حیدر 208 که داخل آدم نیست، محمدی گلپایگانی که قبلا هم معاون وزارت اطلاعات بود اون کوکش میکنه که چی بگوید. واقعا شرم بر شما باد. ابو مازن حرفی به من زد خیلی جالب، گفت به احمدی نژاد گفتم این چی بود که هنیه رو دعوت کردیم، گفت با یه جوری اشاره کرد به عکس خامنه ای، سرشو بالا کرد به عکس خامنه ای اشاره کرد. خیلی جالبه ها، منظورش بود این بود. جرأت هم نمیکرد اسمشو بر زبون بیاره، ولی با ابروش، با چشو ابروش به من اشاره کرد، فهمیدم چی میگه، که کار او بود کار من نبود. در هر حال بگذاریم بعد از این حرفای تلخ، اول بذارید من سید هفتمو براتون بگم بعد میرم به بحثای سیاسی روز. آقا بنده یک شنبه یه یک ساعتی نشستم تلویزیون گردی، یه تلویزیونی هست مال یه آقای دکتری که میگوین خیلی دکتر ماهریست در جراحی پلاستیک، خودشو جلو آینه جراحی کرده، یعنی پوستشو کشیده که جوون بشه. این تلویزیون یه ساعت این آقای دکتر میاد و بعضی وقتا یه خانومی و بعضی وقتا یه آقای دکتر خیلی بیریختی میاد میشینه که واقعا آدم وحشت میکنه، شبیه این رئیس مثلا سلاخانه اسلامی یه همچی شکلایی میاد میشینه و با اون قیافه و دگمه یقه آخوندی هم میپوشه و کاری نداره. اما بعد آگهی میکنه، یه وقتا هم از این فیلمایی تیکه پاره فارسی مال 1000 سال پیش که یارو داریم اینجوری جیم که در دقیقه بعد صدای دوبلو رو به ایکمان بردی میاد، حالا یه آهنگایی هم میذاره که اصلا میدم این کجا، دو تا کانال هستن، یه آلمانه یکی هم همین رادیو نیرو هوایی سابقه، هر کی تو خیابون رد شده آوردن گفتن بخون.
رادیو نیرو هوایی هم یه خواننده‌ای داشت، البته خواننده خوبم داشت، قاسم جبلی بود، هم سلمکی بود، نرگس بود، یه دینا بودن، ولی یه خواننده‌ای عجیب غریبی هم داشتن. اینا هم همینجور هر کی تو خیابون رد میشن توی آلمانی که شاهکار هستن، همه هم با روسری هم. همه یعنی اسلامی. اون یارو هم که به سبک یه تلویزیون دیگه دختری بود میمد آهنگ براتون میذاشت و نمیدونم جدول میذاشت، خودش میرقصید و بعدم لب میزد و نمیدونم آهنگای هندی میخوند و اینا. اینا هم یکی من مطمئن با روسری این کارا رو میکنه، خیلی بامزه. مثلا چی میگه؟ چی جون؟ درست نمیشه. نه درست نیست. دلم دیمون دلم شروع میکنه درست. آر کاری نداره. اینا اما بنده براتون بگم چه اتفاقایی برای من افتاد در یه نیم ساعتی که این تلویزیون دیدم. 4 سایز کوچیک شدم. باورتون نمیشه. آها. یه چیز پلاستیکی بود مثل کرست. اینو یارو تنش میکرد، آدم هم تنش نمیکرد، یه طرح بود. تنش میکرد، روی 4 سایز کوچیک میشه. یعنی شما باید که لاستیک که تنتون میکنید که هزاران بیماری برای پوست و اگر وقتی عرق میکنه فرد چه آسیبی این به پوستش میزنه و به جاهای حساس بدنش، اینو تنت بکن 4 سایز کوچیک میشی. یعنی دقیقا میگه تو خری، ببخشید، تو نمیفهمی و من دارم تو رو خر میکنم و این آشغالو دارم بهت میفروشم 39,000 تومان. ببین تو رو بچه بذاری قرم میکنه، 39,000 تومان بده در خونه هم میکنم. یه تیک لاستیکو توی اونجا دادم برات درست کردن، تنت که میکنی 4 سایز کوچیک میشی، خویت اینجوری کوچیک میشی و خوشتیپو. حالا این یک. بعد آقا ما با یک دو سه چار جبون شدیم، تمام موهامون شد طبیعی سیاه. اصلا این به من گفت که آقا 3 شماره 3 سوت موها همه گیاهی سیاه شد. نزنین از این شامپوهای شیمیایی آقا، اینایی که به سرتون میزنین این پدر موهاتون رو در میاره. ما همیشه یادم از بچگی یادمونه مادرمون رنگ ایگول رویال نمیدونم شرابی متوسط فلان، همیشه میدونم تو خانوادمون از این چیزا میزدن، هیچکی هم موهاش خراب نشد، نمیدونم موهاش هم نریخ، فاسد هم نشد، پوسیر هم نشد. اما مال اینا میگه آقا مو رو بزن. من سوزان هستم آقا، اینو زدم سپیدی مو کاملا از بین رفت، جوون جوون شادابی رو به منزل شما باز میآوره. یکی میگفت روش های شیمیایی خیلی بده، پدر در میاره، داغون میکنه. خلاصه شما اگر این روش ها رو ادامه بدید یه رفیقی کچل شدید و نکنید آقا، نکنید، بشه تابید قفلت مورد موجب پشیمانی است، بیاید فقط از ما ببرید و از ما بخرید. این یکی دیگه. یه دقیقه بعد آقا تو هنوز معتادی؟ اصلا خجالت بکش، تو بیا ببر 2 تا 5 تا بسته از اینا ببر. یکیشو ترک اعتیاد، یکی ترک خماری، یکی بازیافتن نیروی جنسی از دست رفته، چهارم یکی برای شادابی و نشاط، پنجمی برای اینکه استخونات دردش بره و دیگه اصلا درد نکنه، خوب بشه، ششمی برای چی بود؟ برای ترک سیگار، هفتمی برای اینکه ترک سیگار تو رو اذیت نکنه، چاقت نکنه، هشتمی برای اینکه وقتی همه این کار رو کردی خوب شدی، این هشتمی رو که بخوره دیگه اصلا توپ توپ میشه که دیگه کسی اصلا نمیشناسه تو 10 سال هروئین کشیدی. چقدر؟ بابا جلو بچه بذاری قرار موقع 99,000 تومان همش. تازه ما 3 تا گچ از این گچ هایی که میکنیم تو کپسول ها، اینم روش میذاریم بهت میدی تا حال بکن، تمام میشه پشتش. قرص چاقی و لاغری ما دیگه اینو نایده بودی. خانم دکتر مریم رفتیم در کانال 1، متخصص درجه 1 کاراش بی نظیره و داروهایی هم که میگه همه لایسنس دار از لابراتوارهای بزرگ جهان تولید شده، بندم خودم دیدم فوق العاده از اون جوینتش نمیدونم
اون چیچی موده که مال رفع اندوه و تأثر رو نمیدونم اینا هست و حالت شادی بادم ده. این آدم یاد قرص لاغریش. من رفتم دم این بیچاره از صبح تا شب پای کامپیوتر با شرکت های بزرگ در تماس، با کانسالتنسی های پزشکی در تماس، نمیدونم فرمول جدید میاد اون قبلی بهتر اون جایگزین میشه. اما اینا نشستن توی در قزاباد. آقا به من تلفن زده، آقا نگو یال قزاباد. چرا چیه مگه؟ نه ما شما منظورتون در قزاباده. گفتم من کی گفتم در قزاباد؟ گفت در قزاباد ده منه. گفتم مخلصم هستم، من توهین نمی کنم به هموطنم. یال قزاباد یه از قدیم تو زبان ما رسول پرویزی تو قصه‌اش می نوشت یک مکان ناشناس مثل ویسلند تی اس الیوت ناکجا آباد، یه همچین چیزی. حالا میگم ناکجا آباد. اینا رفتن اونجا یک به اصطلاح انبار گرفتن، چهار تا ماشین هم گذاشتن اون تو، گچ رو میریزن و یه مش مواد نفاخ، مثلا این که برای لاغری میگن. از شما چه پنهان، بنده از بچگی به هر حال درشت بودم و گهگاهی هم مثلا تلاش کردم با رژیم با ورزش اینا خودمون رو بریم پایین. یه بار براتون گفتم 25 کیلو من لاغر کردم. یک روشی بود نیوترا سیستم، همه غذاها رو میرفتم سر هفته میخریدم، هیچی دیگه نمیخوردم. میرفتیم مهمونی من یه پودری در میوردم میریختم تو آب، اونو هم میزدم داغ میکردم میخوردم. همه نگاه میکردم، باورشون نمیشد این قرمه سبزی، این خورشت قیمه کوفته تبریزی من، اینا رو همه رو گذاشته داری این آبه رو میخورد. 25 کیلو بس کم کردیم، دعوت شدیم به UCLA. آقای علی لیمونادی اونجا دوست عزیزم رفت و بالا و معرفی و حالا مشتاق یه عده زیادی هم اومده و سالونم پر بود. من وسط سخنرانیم بیدم یک آشنا، یکی از اقوام ما که در واقع خواهر شوهر خالم میشد، خاله این نازنینم فروخ که رفت، دیدم این مرتب داره به صورتش میزنه و حالت تأثیر. خیلی ناراحت شدم. تو آنتراک که اومدم بیرون، اومد من بچه که خود ما رو بزرگ شده بودیم با بچه هاش تو خونش، منو بغل کرد و بوسید و گفتم که شیرین خانم چرا صورتی تو میزه؟ گفت الهی بمیرم مادر، چی شدی تو؟ گفتم چرا؟ گفت چرا اینجوری شدی؟ گفتم چجوری شدم؟ گفت آقا تو داری میافتی اینقدر. گفتم بابا رژیم گرفتم، من طوری نشدم ولی خیلی نحیف شده بودم. خوش رفتیم اون بالا، گفتیم آقای این خانم ما هیچ بیماری نم سرطان نده میرا فکر کنید دوچار بیماری شدیم، رژیم گرفتیم. حالا رژیم هم آمد نیامد داره. به هر حال این بیچاره خانم دکتر مریم میره زحمت میکشه فلان با چهار تا دکتر کانسالتنسی این بر اون بر که یک داروی درست مناسب داره. اون وقت اینا را افتادن از هر گوشه تو چین نمیدونم تو کجا میرن این داروهای قلابی رو میدن که واقعا پدرتونو در میاره. یعنی من بهتون میگم من آثارشو در آدما دیدم چی کار میکنه. این کپسولایی که این نقل و نبات میریزیم بالا، قوه جنسی نمیدونم قوه نشاط شادابی ترک اعتیاد، اینا تمام چیزهای مزخرفی است که تا مطمئن نشدید ندونستید یه چیز درست پول باله اینا نه. ببخشید منبر رفتم یه ساعتم صحبت کردم. اینم مال اون لاغری و چاقیش بود که حالا یه چیزای دیگه هم جالبه که میگه که اینو تو تلویزیون ها اینجا هم برای ما تبلیغ میکنن. امریکا که آدم بیچاره میشه که روزی 10 دقیقه سوار این دستگاه بشی، در عرض 20 روز میشید این یک آدم قهرمان زیبای اندام. نشون میده که این بازوها و عضلا حاصل 20 سال کار و 2000 تا سوزن استروید است. نشون میده میده من در عرض 20 روز اینجوری شدم. یه چرخه رو زانوش واسده اینجوری اینجوری میکنه 20 روزه با 10 دقیقه شده این. خب بعدی چی بهتون میده؟ اصلا احتیاج به دستگاه مسکنی. بهروز عباسی رفیق و عزیزم همکار سابق در صدای آمریکا که حالا بازنشسته شده و داره عشق روزگار میکنه، یه تیک لاستیک به من داده، دو تا دسته داره، یکشم پایین، اینو میذاری زیر پاد میکشی بالا پشتو. اینقدر این چیز خوبیه، خیلی هم ارزون، 2 پوند دم 2 دلاره، خودت هم میتونی درست کنی.
این دستگاه کجکی، ضربه این دستگاه به بدن این دستگاه، برنده خودم رفتم یکی رو گرفتم، در عرض 15 روز چنان دل دردی گرفتم، رفتم دکتر گفت چی کار داری میکنی؟ گفتم یه دستگاهی اینجوری میریم و میاییم و اینا. گفت این میکشته، این چی کار داری میکنی با خودت؟ همینجوری آدم بخره بذاری زیر تخت. آقا اینقدر هم کوچولو میشه، اینقدر تا میشه میری زیر تخته. اینم میگه که خانم خونه که از آتشخال و اینا تو خونه ناراحت میترسه ایراد نگیره، یا خودش اگه خواست بگیره میگه میزنم زیر تخت. دو روزم میزنن میره اون تو. شما در هر خونه در امریکا بری 50 تا از این دستگاه آشغالی مثلا 10 تا دوچرخه، حالا چه 10 تا دوچرخه، یه دونه که کافیه. نه تبلیغ میکردن، خیلی چیز خوبی خریدی. و از این چیزا متاسفانه در ایران هم داره باب میشه. ببخشید دوشنبه اول هفته که پر از خبر هستم به این مطالب گذشت، وقتی ندارم، بالاخره باید اینا رو هم براتون بگم، یادداشت میکنم که به اطلاعتون برسونم. اما در بخش بعدی تماماً روی مسائل سیاسی روز صحبت خواهم کرد و مطالب مهمی هم داریم. بحرین کوچولو اینقدری که وزیر خارجش از آقای حسن فیروزآبادی هم یه 100 کیلوی بیشتره، از دولت ولایت فقیه رسماً تقاضا کرده باید پوزش بخواهید، کاردارش رو اصلاح کرده. وزیر خارجه‌اش هم گفته دولت دروغگوی جمهوری اسلامی باید به علت سوء استفاده و نام بحرین رو به جای سوریه گذاشتن از دولت و ملت بحرین عذرخواهی کنه. دوست عزیزم عادل به دوستان بحرینی بگو حساب ملت ایران رو از جمهوری ولایت فقیه جدا کن. درنگ کوتاهی رو باز میکرد. شهوار آمد
آمدم، من در شهوار آمدم، من در شهوار آمدم. The hidden words for you. I am not from the dust. I am from the pure light. I am not the shadow. دامش ندیدم ناگهان در وی.